بالاخره گوگل از اندروید 15 رونمایی کرد این اندروید 15 برای چه گوشی هایی اومده و چه کسانی میتونن اندروید 15 رو دریافت کنن این اندروید 15 اصلا چه قابلیت ها و ویژگی هایی داره و بیشتر به درد چه کسایی میخوره امروز توی این ویدیو تمامی این موارد رو بهتون توضیح میدم سلام به همه دوستای عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه من وایتی هستم و اگر اولین بار دارید این ویدیو رو از کانال یوتیوب من میبینید خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید ویدیو رو حتما لایک کنید و اون زنگوله کنارش رو هم اگر دوست داشتید بزنید تا اگر در آینده ویدیو جدیدی براتون قرار دادیم بتونید ویدیو جدید رو مشاهده کنیم اما بریم سراغ اصل مطلب یعنی اندروید پونزده این اندروید 15 به نظرتون چه قابلیت هایی میتونه داشته باشه اولین چیزی که باید همین ابتدای ویدیو بگم این هست که اندروید 15 کلا تمرکزش روی دو تا چیز بوده یکی دسترسی به سخت افزار گوشی که بیشتر به درد همون توسعه دهنده ها میخوره و دیگریش حفاظت از حریم خصوصی هست حالا این دسترسی به سخت افزار گوشی به چه دردی میخوره توی اندروید 15 توسعه دهندگان یعنی کسایی که میان برنامه و بازی طراحی میکنن یک قابلیتی در اختیارشون قرار میگیره یک API در اختیارشون قرار میگیره که اونها میتونن با استفاده از اون API پی دسترسی پیدا کنند به سخت افزار گوشی به عنوان مثال یک نفر یک توسعه دهنده ای داره یک بازی گرافیکی خیلی خفنی تولید میکنه طراحی میکنه زمانی که به این API ای آی دسترسی داشته باشه و اون بازی رو منتشر کنه شما میای بازی رو روی گوشیت نصب میکنی اون API باعث میشه که اون بازی بیا سازگار بشه یک جورایی با سخت افزار گوشی شما و عملکرد بسیار بهتر و روونتری روی گوشی شما داشته باشه در نتیجه این باعث میشه که شما بتونی بهتر از گوشی موبایلت استفاده کنی بهتر بازی کنی و احساس راحتی داشته باشی با ارتقا به اندروید 15 گوشی شما عملکرد بسیار بهتری خواهد داشت روونتر کار میکنه و استفاده از باتری گوشی رو بسیار میاره پایین تر حتی یک گزینه وجود داره توی اندروید 15 که شما با استفاده از اون گزینه میتونی بیای تعیین کنی که کدوم برنامه ها چه مقداری از باتری گوشی شما استفاده کنند یعنی میتونی باتری گوشیتون رو برای هر برنامه ای بهینه کنید و این خیلی عالیه و باعث میشه که شما توی مصرف باتریتون سرفجویی کنید و شارژ گوشیتون دورتر تموم بشه مورد دیگه ای که خیلی خوب هست با ارتقا به اندروید 15 عمل کرده دوربین گوشی شما هم بهتر میشه اون API پی آی که ازش صحبت کردیم در اختیار توسعه دهنده ها قرار میگیره توسعه دهنده ها میان و دوربین گوشی رو توسط اون API ای, آی بهینه میکنن دوربین گوشی میتونه از سخت افزار گوشیتون بهتر استفاده کنه و عکس برداری و فیلم برداری خیلی حرفه تر و واضح تری رو برای شما انجام بده. مورد دیگه ای که اضافه شده توی اندروید 15 و بیشتر به درد بلاگرها و تولید کننده های محتوا میخوره اینه که شما میتونی از هر برنامه ای اسکرین رکورد بگیرید چطور این ممکنه زمانی که شما میخواهید از صفحه نمایش گوشیتون فیلم برداری کنید دو تا گزینه برای شما اضافه شده گزینه اول برای ضبط کلی هست که هر چیزی که روی صفحه نمایش گوشیتون باشه رو میتونید ازش فیلم بگیرید و ضبط جزئی ضبط جزئی رو که انتخاب کنید میتونید بیایید یک برنامه خاص رو انتخاب کنید مثلا من میخوام فقط از گوگل کروم فیلم برداری کنم یا میخوام فقط از اینستاگرام فیلم برداری کنم میام مثلا اینستاگرام رو انتخاب میکنم و این برنامه شروع میکنه فقط از اینستاگرام من فیلم برداری میکنه حتی اگر از برنامه اینستاگرام یک لحظه خارج بشم برم توی یک برنامه دیگه و برگردم ضبط نمیشه و فقط میاد از اینستاگرام من فیلم برداری میکنه که این میتونه خیلی عالی باشه مخصوصا برای بلاگرها و کسایی که دارن تولید محتوا انجام مورد بعدی تنظیمات نوتیفیکیشن یا همون اعلان های گوشی هست اگر توجه داشته باشید از برنامه های مختلف شروع میکنه نوتیفیکیشن ها و اعلان های مختلفی برای شما میاد و صدای بسیار آزار دهنده ای داره توی اندروید 15 تقریبا اومده این مشکل رو حل کرده به این صورت که شما زمانی که حالا اینترنت گوشی رو روشن میکنید و این اعلان ها شروع میکنه برای شما میاد اعلان اول مثلا با صدای بلند میاد براتون و اعلان های بعدی از همون برنامه با صدای بسیار کمتری پخش میشه و این میتونه عمل کرده بسیار بهتری در اجرا و کار کردن با گوشی به شما بده. مورد بعدی که برمیگرده به همون حریم خصوصی استفاده از برنامه هلس کانکت هست برنامه هلس کانکت برنامه ای که از چند سال پیش وجود داشته و شما میتونید به عنوان یک برنامه کاملا ام بیایید داده های سلامتی خودتون رو داخل این برنامه ذخیره سازی کنید و حالا توی اندروید 15 این میاد امنیت رو برای شما بالا میبره به عنوان مثال اگر شما دارید از یک ساعت هوشمند استفاده میکنید میتونید به راحتی ساعت هوشمند رو متصل کنید به گوشیتون و به اون برنامه هلس کانکت تا اطلاعات و داده های سلامت شما بین ساعت هوشمند و گوشی موبایلتون رد و بدل بشه و این میتونه از حریم خصوصی شما بسیار مراقبت کنه و این خیلی عالی هست اما خب بریم سراغ این که برای چه گوشی های این اندروید 15 الان در دسترس و میتونیم آپدیت کنیم فعلا برای گوشی های گوگل پیکسل موجوده و کسانی که گوشی های گوگل پیکسل رو دارن میتونن این آپدیت رو دریافت کنن اما خب پیشنهاد میکنم به هیچ وجه این کار رو انجام ندید کلا هر چیزی که روانه بازار میشه حالا چه سیستم عامل باشه چه هر چیز دیگه ای ممکنه که یک سری باک ها داشته باشه همین اندروید 15 خب به تازگی رونمایی شده و از اون طرف هنوز خیلی از قابلیت ها بهش اضافه نشده و 100 درصد دارای اشکالات و باک هایی هست پس پیشنهاد میکنم که اگر برای گوشیتون اومد به هیچ وجه فعلا این آپدیت رو انجام ندید تا اینکه توی آپدیت های بعدی این باک هایی که توسط کاربران دیگه گزارش میشه برطرف بشه و بعد شما میتونید یه چند نسخه بالاترش رو دریافت کنید و به راحتی روی گوشیتون ازش استفاده کنید امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید اگر سوالی نظری چیز دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید لایک ویدیو یادتون نره موفق و پیروز باشید